به حرکت در آمد و در تمام این زمانی که شما دیدید شنا رفتن، پا زدن، حرکت کردن، در واقع حرکت پهلوانان جنگنده ایران بود. و امروز از این لحظه به بعد ما میریم برای گرفتن سنگ که در واقع سپری بود که ورزشکار که جنگنده در مقابل تیر، در مقابل شمشیر، در مقابل نیزه در واقع بر سینه میگرفت. بخری از سنگ رو برمی‌داشتن و به تمرین پرداختن. هر کدوم از اینا سه تا چهار تا از خانوما رو لازم داره که فقط بتونن یکیش تکون بدن. برای همین دست بلندی بزنید برای ورزشکاری که داره میره زیر سنگ و از همه مهمتر برای پیشکسوت این مرکزی که توانسته است با خون جگر این رو حفظ بکنه. منوچهر خان
دست بلندی براشون بزنید. به کم نیست حفظ آیین‌های پهلوانی. حالا میخوایم با هم بریم به پهلوانی و سنگ رو نظاره کنیم. برو بریم. یک پهلوان گیر کرده بود بین دشمنانی که همه از اطراف اومده بودن و او با خنجر، با دست، با پنجه میچرخید و دشمن رو از پای در میآورد. و این مفهوم در مفهوم زورخانه به آنجایی میآید که وقتی شما بتوانید این چرخ رو، حالا چرخهای متعدد داریم، بزنید، در واقع در این گود زورخانه گر به دولت برسی مست نگردی مردی، گر به زلت برسی پست نگردی مردی. مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دست فتاده را بگیری مردی. و در این شهر برو بری اینجا ورزش کردن. پدرشون خدا بیامرز اینجا جمع ما بودن. از برای شادی روحشون و به افتخار پسرش یه دست بزن. هاری برسته برو
میشه افسانه ها رو به یکدیگر میبنده دشمنان رو نگاهی میکنه چرخی میزنه درد میزنه حالا برو دست بودم Up and down.